امروز با گذر از این سردر امروزی وارد یک مکان تاریخی شدیم. انقدر معروف و شناخته شده است که اروپاییان خیلی بیشتر از ما میشناسن اینجا رو. اینجا مسجد حیدریه، بنای کهن در شهر قزوینه. خود گنبدخونه اصلی مربوط به دوره سلجوقیه و جز در واقع نفیس‌ترین آثار گچبری کل کشور و ایرانه. مسجدی که در وسط یک مدرسه واقع شده. اینجا مدرسه بوده چند سال پیش، بچه ها درس میخوندن. این فضا رو که الان درش قرار گرفتیم بقایای حجره های دوره قاجاریه است که حالا تو دوره بعدتر تبدیل شده بود به دو تا کلاس در دوره پهلوی. این مسجد یکی از نمونه های کامل مسجد چهارطاقیه که با کمی تغییر به شکل امروزی در اومده. جزئیاتی در این محراب به کار رفته که چشم هر بینندهی رو مسحور زیباییاش میشه بکنه. در داخل محراب آیاتی از قرآن کریم با گچبری زیبایی در زمینه لاجوردی خودنمایی میکنه و در اطراف محراب و داخل باندها شش کتیبه به خطوط کوفی و نسخ وجود داره. و یکی دیگه از تزییناتی که در اینجا به کار رفته، منبت بسیار ظریفی کار شده بر روی چوب. ترکیب متناسب آجر تراش و گچ، محراب نفیس و باشکوه، دارا بودن 8 طاق‌نما و کتیبه‌های مسحور کننده، ویژگی خاصی به مسجد بخشیده و اونو همواره به عنوان یکی از شاهکارهای هنری دوره سلجوقی مطرح کرده. شما تا حالا دیدن کردین از داخل؟ بله دیدم، یه بنا داره که با آجر پوشیده شده و فکر میکنم زیباترین سقف رو برای دیدن داشته باشه و منحصر به فرد. محراب این بنا از نظر فرم و حالت جلوه‌گر یک دنیا زیباییه. بعضی از اوقات من ساعت‌ها نشستم و مسئول این محراب شدم، انقدر زمان گذشته و من اصلا متوجه گذشت زمان نشدم. و میشه گفت قزوین تنها استانیه که دو تا مسجد جامع داره، مسجد جامع عتیق و مسجد حیدریه. جالبه که بدونید مسجد مدرسه حیدریه جز نمونه های اولیه به ثبت رسیده از قزوین در آثار تاریخی